چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت. درود عرض میکنم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید. به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید. همچنان در حال مطالعه کتاب مزامیر، دومین کتاب شعری در عهد عتیق هستیم و در مطالعه‌مون به مزامیر 74، 75، 76 و 77 رسیدیم. در ابتدا اجازه میخوام تا خوش آمد عرض کنم خدمت مهمان گرانقدر برنامه، برادر یوسف ریاض. درود بر شما برادر. درود بر شما. همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حضار گرامی. برادر یوسف، عنوان مزمور 74 سرود آصافه، موضوع این مزمور درباره چیه؟ موضوعش نابودی اورشلیم و همینطور معبده و این اتفاقیه که در گذشته رخ داد، یعنی در زمان نبوکدنصر و در زمان تیتوس رومی هم دوباره رخ داد و بعد از روبوده شدن کلیسا هم اتفاق میفته. یعنی تمام آشفتگی ها و مشکلاتی که قوم اسرائیل در طول تاریخ متحمل شدن جزئی بوده و تحقق کامل اون در آینده رخ میده. درسته. بسیار خوب. میفرماید خدایا چرا ما را برای همیشه ترک کردی؟ چرا بر ما که گوسفندان مرتع تو هستیم چنین خشمگین شده ای؟ قوم خود را به یاد آور، آنان را که از زمان قدیم برگزیدی تا قوم تو باشند، آنانی را که از بردگی بازخرید کردی تا طایفه خاص تو باشند، صهیون را که در آن ساکن بودی به یاد آور. میخواییم بدونیم چرا خدا اونها را طرد کرد و نسبت بهشون خشمگین بود. فکر میکنم این عادت انسانه که خدا را مقصر جلوه بده. مثلا در اشعیا 50 میگه خداوند چنین میگوید، طلاقنامه مادر شما که او را طلاق داده ام کجاست؟ یا کیست از طلبکاران من که شما را به او فروختم؟ اینک شما به سبب گناهان خود فروخته شدید و مادر شما به جهت تقصیرهای شما طلاق داده شد. پس دلیلش خودشونن، یعنی این قوم، اما اونها خدا را ملامت میکنن. خدایا چرا ما را برای همیشه ترک کردی؟ انگار که هیچ گناهی ندارن، یا اونها نبودن که بت‌های دروغین را پرستش کردن. در حقیقت اینطور نیست. حقیقت اینه که اونها بت‌ها رو پرستیدند و خدای ما به شدت نسبت بهشون صبور بود. اما هر چقدر هم که خدا نسبت به اونها صبوری نشون بده، نهایتاً صبرش حدی داره و افتادن به دستان خدای عادل ترسناکه. اینجا خدا قومشو نابود کرد اما در آینده برشون میگردونه. اما اگر انسان فیض خداوند رو خار بشماره، چه کار میتونه کنه؟ وقتی که خدا نابودش کنه دیگه اونو بر نمیگردونه و این بسیار چیز خطرناکیه. بسیار خوب، ممنونم. لطفاً توضیحی بدید درباره تقسیم بندی این مزمور. خب این مزمور از 23 آیه تشکیل شده. از آیه 1 تا آیه 9 بهمون درباره کار دشمن میگه و از آیه 10 تا آخر در مورد کار خدا در گذشته میگه و اینکه در شرایط اسفباری که درش هستیم باید چه کار کنیم. از آیات 1 تا 9 درباره کار دشمن میگه و میدونیم که این داوری از جانب خدا برای قومش در نتیجه رد کردن مسیحه. درسته. بخش دوم درباره کار خدا در گذشته و کاری که انتظار میرفت انجام بده میگه. بله. لطفاً برداشتتون رو بفرمایید. خب باید بگم آیات 13 تا 17 از 7 بخش تشکیل شدن که واقعاً فوق‌العاده و عالیه و من اونا رو براتون میخونم. در زمان موسی با قدرت خود دریا را شکافتی. میشه گفت که این یک سروده. درست. چون که خطاب به خداست. دقیقاً. و در ادامه این طور میگه، تو سر هیولای دریایی را شکستی. اگه او در زمان موسی دریای سرخ رو شکافت تا مردم بتونن ازش عبور کنن، اینجا سر هیولا را هم میشکنه که نشون دهنده فرعون و شیطانه، شکست شیطان.
چشمه‌ها و جویها جاری ساختی. او این کار کرد و رودخانه های بزرگی را که همیشه جاری بودند خشک کردی. شب و روز را پدید آوردی و ماه و خورشید را در آسمان قرار دادی. حد و حدود تمام جهان از آن توست و تو تابستان و زمستان را به وجود آوردی. کلمه تو 7 بار تکرار شده و من درش 1 هفتگانه زیبا میبینم. دریا را شکافتی، نجات عظیمیه که به عمل اومد. سر هیولای دریایی را شکستی، از بین رفتن شیطانه. چشمه ها و جوی ها جاری ساختی، عطایای روح القدسه. و رودخانه های بزرگی راه که همیشه جاری بودن خوش کردی، توقف داوریه. هیچ محکومیتی برای ما وجود نداره. شب و روز را پدید آوردی و خورشید را در آسمان قرار دادی. دعوت کلیساست. حد و حدود تمام جهان از آن توست. دعوت از قوم زمینیه. تو تابستان و زمستان را به وجود آوردی. اقتدار خدا در فصلها و زمانهاست. و مخاطب تمام این گفته‌ها کسی نیست جز خدا. بله. و خدا با تمام منابع و اقتدارش متعلق به ماست. درسته. برداشتتون از این آیه چیه؟ ماه و خورشید را در آسمان قرار دادی، قبلش میگه شب و روز را پدید آوردی. یعنی دایره ارتباط با خدا هم در روزه و هم در شب. بسیاری از فرزندان خدا فرصت شب رو از دست میدن. یعنی تسلی دهنده رو فقط در روز میخوان و این ممکنه. یعنی ممکنه فقط در روز نیاز به کمک داشته باشن، اما اونها میتونن شب رو هم پشت سر بذارن. که علامتش تنهایی و افسردگی. از طریق این آیه چی بهشون میگید؟ شب و روز را پدید آوردی. بهشون میگم خدا در هر زمان و هر مکان حاضره. دشمنان یک بار گفتند خداوند میگه من خدای تپه ها هستم و نه خدای دشت ها. اما در واقع خدا خدای تپه ها، دشت ها یا دره هاست. یعنی اگه روی تپه باشم خدا با منه و اگر در دره هم باشم همینطور. پس آیا شب و روز به او تعلق نداره؟ در واقع شب و روز را پدید آوردی. اجازه بدین تفسیر استعاره‌ای ازش داشته باشم. روز شرایط خوبیه. خدا در روز و شرایط آسون به من برکت میده. و شب هم بیانگر شرایط دشواره. خدا در شب هم به من درس‌های خوبی میده. خداوند با 2 خواهر در بیت انیا همراه بود، اما در روز یا شب؟ در واقع او در روز و شب با اونها بود. وقتی در روز اومد، مریم پایین پاهای او نشست و به حرفهای او گوش داد. وقتی از شرایط سخت گذشتن، خداوند پرجلال نزدشون اومد و مریم نزد پاهای او اومد تا دلگرمی بگیره. چون که خدا صاحب روز و همچنین شبه. بسیار خوب، اجازه بدین تا استراحت کوتاهی داشته باشیم. بینندگان گرامی، به زودی برمیگردیم. لطفاً با ما همراه باشید. مزمور 74 مزمور دیگری هست در مورد درک و تعلیم و نویسنده آن آساف است، سراینده ای در لشکر داوود. در این مزمور می‌بینیم که معبد خدا آلوده شده و می‌شود این را در مورد اتفاقی به کار برد که در زمان آنتیخوس اپیفانس رخ داد. او در آخرین سالهای پیش از مسیح مطابق با دانیال فصل 8 وارد معبد شد و آن را نجس ساخت. این تحقق نابودی معبد به دست تیتوس رومی است. گفته آساف دقیقاً تحقق پیدا کرد و در آینده نیز تحقق خواهد یافت. به دومین بخش برنامه خوش اومدین. بریم و پرسش حضار رو بشنویم. در آیه دوم میگه خدا میفرماید من زمانی را برای داوری تعیین کردم و همه را از روی انصاف داوری خواهم کرد. توضیح بدید در این آیه منظور از زمانی برای داوری چیه؟ برادر یوسف در مزمور 75 معنی من زمانی را برای داوری تعیین کرده ام چیه؟ خداوند ما خدای نظم و ترتیبه. به عنوان مثال در مزمور 102 این طور میگه و اکنون وقت آن است. در اعمال 1:7 مسیح گفت برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید. خدا برای هر چیزی زمانی تعیین کرده، حتی برای داوری کردن. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 31 میخونیم زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید. و در آیه دوم از این مزمور اینطور میگه همه را از روی انصاف داوری خواهم کرد
بنابراین زمانی برای داوری وجود داره، وقتش معینه. بنابراین به تعویق انداختن توبه کار بسیار خطرناکیه. اگر آیه 8 این فصل رو بررسی کنیم، مسئله خیلی جدی رو مشاهده می کنیم، زیرا خداوند جامی در دست دارد که پر از شراب خشم اوست. منظور از این جام، جام خشم خداست، جام ترکیب شده که افراد رو مست می کنه و او آن را به تمام شریران می نوشاند و آنها تا آخرین قطره آن را می نوشند. اما خدا امروز این کار رو انجام نمی ده و دلیلش هم اینه که زمانی رو براش تعیین کرده و وقتی که اون زمان فرا برسه با عدالت داوری خواهد کرد. اما الان زمانی داره، زیرا او می‌فرماید در زمان مطلوب به تو گوش دادم و در روز نجات تو را کمک کردم. امروز روز نجاته و فردا داوری. کدومو انتخاب می‌کنید؟ آیا امروز نزد مسیح می‌آیید یا صبر می‌کنید تا مسیح بر تخت بزرگ و سفید خود بنشینه و با عدالت داوری کنه و بجنگه؟ هرچند خداوند در اینجا با داوری مداخله میکنه، اما عنوان این مزمور به این صورته: در مایه نابود مکن. بله. لطفاً بفرمایید ارتباط این مزمور با عنوانش به چه صورته؟ این واقعاً زیباست که این مزمور راجع به نابودی شریران میگه، راجع به ضمانت ایمانداران هم صحبت میکنه. پس انجیل یعنی آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. پس نابود مکن جنبه روشن داره برای ایمانداران واقعی و یک جنبه تاریک برای شخص شریری که نابودی و هلاکت در انتظارشه. برادر یوسف، در آیات آخر مزمور 75 اینطور میخونیم: اما من همیشه خدای یعقوب را تمجید خواهم کرد و برای او سرود خواهم خواند. او قدرت شریران را در هم خواهد کوبید و نیکوکاران را سربلند خواهد نمود. لطفاً نظرتون رو درباره مداخله خدا در داوری بفرمایید. داوری، درسته؟ در واقع در آیات 4 و 5 ترجمه 1009 دوبار کلمه شاخ اومده. فخر فروشان را میگویم دیگر فخر مفروشید و شریران را میگویم شاخ خود را بر میفرازید. شاخ نماد قدرت و منزلته. ریشه کلمه تاج هم دقیقاً همین کلمه است. پادشاهان قدیم تاج بر سرشون نمیذاشتن، بلکه اونها شاخ به سرشون میذاشتن. و شاید به همین دلیل بود که اسکندر رو دو شاخ می نامیدن. به هر حال شاخ نماد قدرت و همینطور وقاره. اما در مورد شخص شرور میگه شاخ خود را بر می افرازد. در آیه 5 می خونیم: شاخهایتان را به بلندی بر می افرازید و با گردن افراشته سخن مگویید. یعنی مراقب باشید و همینطور با ادب سخن بگید، به خصوص در مورد خدا. داوری از راه می رسه و داوری وحشتناکی خواهد بود، به این خاطر که خدا میگه من با انصاف داوری میکنم، درسته؟ همه شاخهای شریران را قطع خواهم کرد. اونها در ابدیت نه قدرتی دارن و نه جایگاهی. خدا میگه من شاخهای شریران را میشکنم و قطع میکنم، اما شاخهای پارسایان برافراشته خواهد شد. کسی که در زندگیش با خدا گام برمیداره و برای خدا احترام قائله، صاحب برکت و جایگاهه. و در اون درسی نهفته است: عاقبت شرور و عاقبت پارسا. درسته. این موضوع ما رو به مزمور 76 میرسونه که عنوانش هست برای سالار سرایندگان با همراهی سازهای زهی، مزمور آساف. خدا در یهودی مشهور است و نام او در اسرائیل بزرگ میباشد. نام خدا رو میبره، اما با خدایی که در یهودیه و اسرائیل مشهوره شروع میکنه. موضوعش چیه؟ اینه که خدا برای داوری برمیخیزه. او کسانی رو که قومش رو تحقیر کردن داوری میکنه. پس در آیه 10 اصطلاح زیبایی رو به کار میبره و میگه خشم انسان به پرستش تو منجر میشود. تا وقتی که خشم انسان مطابق با اراده خدا باشه او اجازه میده، اما در غیر این صورت خدا ازش جلوگیری میکنه. یعنی شروران قصد دارن کاری رو انجام بدن. مثلا اجسادی رو که مصلوب شدن از صلیب پایین بیارن. و این نقشه خدا بود، چون قرار بود نبوت کتاب تثنیه فصل 21 تحقق پیدا کنه. اما وقتی گفتند بیایید پاهای دو فرد مصلوب و مسیح رو بشکنیم، پاهای عیسی مسیح رو نشکستند، به این خاطر که خلاف اراده خدا بود. بنابراین میبینیم که خدا بر صحنه کنترل داره. اجازه کاری رو میده و کار دیگر رو نه. اجازه چه کاری رو میده؟ خشم انسان به پرستش تو منجر میشود. خدا کاری میکنه که شخص شریر با خشمش اراده او رو انجام بده. خشم شریر رو برای جلال نامش استفاده میکنه و باقی مانده خشم رو از بین میبره. آیه 7 کلامی خطاب به خداست که میگه اما تو ای خداوند بسیار مهیب هستی، زمانی که خشمگین باشی چه کسی میتواند در مقابل تو بایستد؟ در این چی می‌بینید؟ در موضوع خشم عظیم و مهیب خدا.
همونطور که گفتیم موضوع این مزمور قیام خدا برای داوریه. انگار از مردم میخواد که روی خدا حساب کنن. چه هولناک و چه مخوف است افتادن در دستهای خدای زنده. اما توی خداوند بسیار مهیب هستی. زمانی که خشمگین باشی چه کسی میتواند در مقابل تو بیستد؟ شریران چطور میتونن بیستن؟ مزمور یک اولین مزموریه که روش تعمق کردیم و اونجا خوندیم بنابراین شریران در روز داوری محکوم خواهند گردید. اونا نمیتونن در برابر خدای عادل بیستن. وقتی که دستی ظاهر شد و روی دیوار قصر پادشاه نوشت، دست و پای پادشاه تاب نیاورد و زانوهای او سست شد. اگه او نتونست در برابر دستی که می نویسه تاب بیاره، پس چطور می تونه در برابر کسی تاب بیاره که آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود؟ او به کسانی که فکر می کنن خدا قادر به دیدنشون نیست هشدار می ده. او همه چیز رو می بینه و داوری می کنه. زمانی که خشمگین باشی چه کسی می تواند در مقابل تو بیستد؟ خشم مردم به ضد رؤسای جمهور و رهبران برافروخته شده. اونها نتونستن در برابر خشم مردم دووم بیارن. پس انسان درسته. چطور میتونه مقابل خشم خدا بیسته؟ کاملا درسته. بسیار خوب، بعد از استراحت برمیگردیم تا به مطالعه مزمور 77 بپردازیم. بینندگان گرامی به زودی برمیگردیم، با ما همراه باشید. آخرین بخش برنامه خوش اومدین. میخواییم مطالعه مزمور 77 رو آغاز کنیم، اما اجازه بدین قبل از اون پرسش حضار رو بشنویم. در آیه 11 میفرماید: پس گفتم درد من این است که رفتار خدا با من عوض شده است. مفهوم این آیه چیه؟ برادر یوسف، آیه 10 از مزمور 77 چه مفهومی داره؟ اگه بخش اول این مزمور رو بررسی کنیم میبینیم که او سردرگم شده. مثلا وقتی میگه به هنگام سختی به درگاه خداوند دعا میکنم و تمام شب دستهای خود را به سوی او بلند میکنم، اما تسلی نمییابم و با سوالات زیادی شروع میکنه. آیا خداوند ما را برای همیشه ترک خواهد کرد؟ آیا هرگز از ما راضی نخواهد شد؟ آیا دیگر ما را دوست ندارد؟ او سردرگمه. چه اتفاقی افتاده؟ و بعد به آیه 10 میره که موضوع این سواله. میخونیم: درد من این است. یعنی دلیل اینکه من در رنج و درد هستم این موضوعه. تغییر رفتار خدای متعال، دست خدا دیگه به نفع قوم خودش کار نمیکنه. او سردرگمه. آیا خدا قدرتمنده؟ بله، اما دیگه دستش رو به نفع قوم خودش حرکت نمیده. ما رو ترک کرده. دقیقاً، ما رو ترک کرده. اما چرا؟ چون که اونها خدا رو رها کردن و به سمت بت‌ها رفتن و خدایان دیگر رو پرستش کردن. پس خدا هم طردشون کرد. البته اونها رو فوراً طرد نکرد، بلکه بارها و بارها بهشون فرصت داد و در نهایت میبینیم که اونها رو طرد میکنه. و همه انسان‌ها باید این موضوع رو جدی بگیرن، چون بسیار خطرناکه. وقتی میگه آیا فراوانی مهر، بردباری و صبر خدا را ناچیز میشماری؟ مگر نمیدانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ یعنی به جای اینکه فوراً بگیم درد من اینه اما تغییر رفتار خدای متعال رو به خاطر خواهم آورد، بیایید خودمون رو ارزیابی کنیم. به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای و توبه کن. درسته. برادر یوسف، میخوایم بین تسلیم شدن در برابر تأدیب و فراموشی ابدی تمایز قائل بشیم. فکر نمی‌کنم خدا ایماندار رو برای همیشه و در همه اعصار رها کنه. خیر. میتونست اونها رو تسلیم امت‌ها و ظالمین کنه. درسته. اما حساب افتخیزهاشون رو داره و بار دیگه احیاشون می‌کنه. دقیقاً. و اینجا در آیه 13 شروع به صحبت درباره خدا می‌کنه و میگه: خدایا طریق تو در قدوسیت است. کیست خدای بزرگ همچون خدای ما؟ خدایا طریق تو در قدوسیت است. یعنی چی؟ خب ما در آیه 13 هم از ابهام به اعتماد می‌رسیم. اما چرا؟ به این خاطر که او وارد معبد شد. اگه میخواید کارهای خدا را درک کنید، به قدس‌های او برید و این یعنی وارد حضور خدا همین بشید. همین موضوع را در مزمور 73 هم دیدیم. بله، که نویسندش آسافه. او سردرگم بود تا جایی که به قدس‌های خدا رفت و از سردرگمی نجات پیدا کرد. میبینیم که در مزمور 73 ابهام یه ابهام شخصیه، اما اینجا راجع به قومه. او با سردرگمی وارد قدس‌ها شد. درک و فهم یافت و گفت: حالا می‌فهمم طریق تو در قدوسیت است. و به جای ناله و گفتن از دردش و زیر سوال بردن قدرت خدا، گفت: خدایی به بزرگی تو وجود ندارد. او کاری رو که خدا در زمان‌های قدیم با قومش انجام داده بود بله. به یاد آورد.
و در آیه 14 اینطور میگه: تو خدایی هستی که معجزه میکنی، تو قدرت خود را به همه اقوام جهان نشان دادی، تو با قدرت خود قوم خود یعنی فرزندان یعقوب و یوسف را آزاد نمودی، ای خدا وقتی آبها تو را دیدند ترسیدند و اعماق دریا به لرزه در آمد، ابرها باریدند، رعد در آسمان غرید، برق در همه جا درخشید، صدای رعد تو در گرد باد بود و نور برق جهان را روشن ساخت و زمین را به لرزه در آورد، از دریا عبور نمودی و از عمق دریا گذشتی ولی اثری از جای پایت دیده نشد، قوم خود را به وسیله موسی و هارون مانند یک شبان رهبری نمودی. در اینجا میبینیم که او کارهای گذشته خدا را به یاد میاره. برادر لطفاً توضیحی بدید درباره اهمیت به یاد آوردن کارهای خدا در گذشته و تأثیرش بر انتظاراتمون در آینده. این قضیه رو در مورد یکی از قهرمانان ایمان به نام جدعون میبینیم. فرشته خدا بهش گفت ای مرد دلاور، خداوند همراه توست، و او مستقیما جوابشو داد، انگار موقع آسیاب کردن گندم داشت به این موضوع فکر میکرد. مطابق با داوران فصل 6 گفت اگر خداوند همراه ماست پس چرا به این روز بد گرفتار هستیم؟ کجاست آن همه کارهای عجیب خداوند که اجداد ما برای ما تعریف می‌کردند و می‌گفتند خداوند ما را از مصر بیرون آورد؟ اینکه ما کارهای خداوند در گذشته رو به یاد بیاریم کار خوبیه، به این خاطر که ایمان ما به خداوند رو تقویت می‌کنه. با این وجود می‌بینیم جدعون کارهای خداوند رو به یاد آورد و این موضوع نیازمند به توبه بود. خداوند قبل از اینکه جدعون رو بفرسته یک نبی رو فرستاد و بهش گفت من شما رو از مصر بیرون آوردم و براتون کارهای بسیاری کردم و گفتم از خدای اموریان که در زمین ایشان به سر میبرید نترسید، اما شما به سخنان من گوش ندادید. به نظرم وقتی وارد قدس‌های خدا میشیم و کارهای او رو مرور میکنیم خوبه که این کار رو انجام بدیم. قدس یعنی مشارکت با خدا و مکانی جغرافیایی نیست. نه، منظور شهر اورشلیم نیست، با اینکه برامون محترمه اما مفهومی استعاره‌ای داره که یعنی حضور خدا. من وارد قدس‌های خدا یا حضور خدا میشم و کارهای خدا در مورد خودم رو مرور میکنم و خودم رو داوری و محکوم میکنم و بعد خدا منو هدایت میکنه و دعاهام رو مستجاب میکنه. و فکر میکنم در اینجا آساف از اشکهایی که در ابتدای مزمور داشت به ایمان و اعتماد در پایان این مزمور میرسه. شاعری گفته در میان ترس‌های عظیم نزدت زانو میزنیم، لطف تو را در گذشته به یاد میآوریم زیرا بار دیگر شامل حال ما خواهد شد. خدا پشتیبان قوم ما، والدین و اجداد ما در گذشته است، او پشتیبان ما هم هست. بله. و هرگز تغییر نمیکنه. درست. ممنونم برادر، برکت خدا با شما. بریم و درس امروز رو مرور کنیم. در مزمور 77 میبینیم که نویسنده شروعی دشوار داره، اما بعد وقتی وارد قدس‌های خداوند میشه و عجایب خداوند رو به خاطر میاره شادمان و دلگرم میشه. درسته؟ بفرمایید. خدا بر همه چیز اقتدار و کنترل داره، حتی بر خشم و غضب انسان، و این باعث اطمینان و دلگرمیه. بله؟ بفرمایید. یاد گرفتیم که خدا اجازه غضب انسان رو میده تا زمانی که اراده خدا رو به جا بیاره. درسته؟ او از غضب شریران برای جلال نامش استفاده میکنه. برکت خدا با شما. برادر یوسف ممنونم. ممنونم برکت برادر. خدا با شما. در برنامه بعد گفتگومون رو ادامه میدیم. بینندگان عزیز، پیام خدا در این برنامه برای من و شما اینه که او خدای متعال و همینطور پادشاهی عظیمه. حتی اگر اجازه بده پریشانی بر قومش بیاد، همزمان بر ظالمان اقتدار داره و در نهایت روزی فرا میرسه که او به پا میخیزه و بهش میگن روز انتقام. در اون روز جهان رو با عدالتش داوری میکنه. او کارهای آدمیان و همینطور قلبهاشون رو داوری میکنه و رازهاشون رو آشکار میکنه و هیچ چیز از چشمان خدا و داوری او پنهان نمیمونه. اما شما با پذیرفتن مسیح میتونید از این داوری در امان باشید. دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. تا دیداری دوباره در برنامه بعد، خدا با شما.
تركت دفء الأمان في حضنك بيتي هجرت طوعا وجهلا وكنت أحيا في خيرك سعيا وراء الأهواء سرت والشر كالنار المهلكة وعندما اشتد بي عذابي قلت أعود ربي لك استشرفيها حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا وفعله في القلب شقا أدمنت شري حتى يئست هل من شفاء بعد العناء أنت رجائي أنت شفائي من كل دائي أنت الدواء قساوة بكتني وجعل قلبي يزول مهما يكون اسمي عظيما دام المسيح يشفي العيون فاسترني واغسل أدران قلبي وارحمني يا غافرا وارحمني يا غافرا كل الذنوب. چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من چراغ راههای من، کلام تو شفا بخش درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.